سحر دولتشاهی متولد 16 مهر سال 1358 در تهران. وی بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون ایران است. سحر دولتشاهی توانست در 33 دوره جشنواره فیلم فجر سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل زن را برای بازی در فیلم عصر یخبندان به دست بیاورد. دولتشاهی فارغ التحصیل رشته های ادبیات نمایشی و مترجمی زبان فرانسه می باشد. بازی در فیلم طلا و مس به کارگردانی همایون اسدیان در سال 90 برایش نامزدی جایزه بهترین بازیگر نقش دوم زن از 14 جشنواره سینما را در پی داشته است. خانواده سحر دولتشاهی 5 نفره می باشد و به جز خودش یک خواهر نسیم دولتشاهی و یک برادر روزبه دولتشاهی دارد. نکته جالب در بیوگرافی سحر دولتشاهی این است که مادرش نایب رئیس فدراسیون شنا بوده و پدرش مهندس دولتشاهی در تورهای دوچرخه سواری بین المللی فعالیت میکند. سحر دولتشاهی و رامبد جوان در تئاتر با هم آشنا شدند و در تاریخ 27 اسفند سال 87 با هم ازدواج کردند. سحر دولتشاهی در جایی گفته که دوستان مشترک بین من و رامبد وجود داشت و دورادور هم رو میشناختیم. وقتی شایعه طلاق رامبد جوان و سحر دولتشاهی در فضای مجازی پیچید، خیلی ها باور نمی کردند این زوج دوست داشتنی از هم جدا شده باشند. اما رفته رفته مشخص شد منبع شایعات درست بوده و متاسفانه طلاق گرفتند. در سال 93 در سکوت کامل خبری از هم جدا شدند و تا مدت‌ها در مورد طلاقشان صحبتی نکردند. هنوز هم دلیل واقعی جدایی سحر و رامبد برای عموم مشخص نیست. سحر دولتشاهی بعدها در مصاحبه‌ای گفت که سال 93 در این حال که سال شلوغی برایم بود، در تنهایی لذت بخش سپری شد و نه تنها در بازیگری رشد کردم، بلکه در خیلی جهات دیگر هم رشد کردم. رامبد جوان قبل از ازدواج با سحر دولتشاهی یک ازدواج ناموفق دیگر هم با ماندان روحی را تجربه کرده بود. رامبد جوان پس از جدایی از سحر، پس از مدت کوتاهی با نگار جواهریان از ستاره‌های سینما ازدواج کرد. دلیل شایع شدن خبر ازدواج سحر دولتشاهی و همایون شجریان از کجا بود؟ تئاتر سی به تازگی به پایان رسید. در این ایام به علت نمایش سی که به اجرا درآمد، رفت آمدهای بسیاری در مجامع و محافل عمومی پیرامون سی صورت گرفت که این دو هنرمند محبوب را در کنار هم نشان می‌داد. شاید دامن زدن به حاشیه ازدواج سحر و همایون شجریان هم به همین علت بود. همایون شجریان متأهل است و خبری از جدایی وی و همسرش تا به حال منتشر نشده. بنابراین به احتمال زیاد این خبر شایعی بیش نبوده و نباید به آن توجه کرد. البته ازدواج بازیگران پس از نمایش‌ها و فیلم‌ها امری طبیعی است و می‌توان این شایعات را در پیرامون بازیگران و هنرمندان بسیار عادی دانست. داستان ازدواج زیبای سحر دولتشاهی و رامبد جوان از زبان سحر. رامبد جز بازیگرانی بود که همیشه کارش را دنبال می‌کردم. یادم از وقتی خانه سبز رو می دیدم خیلی از او خوشم می آمد. اینطور نبود که بگویم می دانستم یک روز قرار است با هم آشنا شویم و ازدواج کنیم، اما همیشه احساس خاصی داشتم. به نظرم آدم مثبت و دوست داشتنی می آمد. دوستان مشترک زیادی داشتیم و دورا دور همدیگر رو می شناختیم تا اینکه بالاخره وقتش رسید. کم کم حواسمون بیشتر به هم جلب شد تا بالاخره کار به ازدواج کشید. من همیشه به ازدواج کردن معتقد بودم. انگار ازدواج خودش پیش می آید و آنطور نیست که خیلی برایش برنامه ریزی کرد. من می دانستم دوست دارم تشکیل خانواده بدم و خانواده خودم را داشته باشم و همیشه به چشم یک کار خلاقانه با آن نگاه می کردم و خوشبختانه پیش آمد. از قبل نسبت به ازدواج پیش داوری نداشتم. می دانستم و از دیگران هم شنیده بودم که وقتی پیش می آید خودت می فهمی که درست است. و واقعا برای منم همینطور بود. برخی ملاک‌های کلی داشتم، مثل اینکه خیلی اختلاف طبقه اجتماعی و اقتصادی و سنی عجیب و غریب وجود نداشته باشد.
ترجیح میدم که هر کدوم مسیر خودمان را در کار داشته باشیم. اینکه ما زن و شوهر هستیم به این معنی نیست که همواره باید با هم کار کنیم. هرچند به هر حال احتمال همکاری بین ما زیاد پیش خواهد آمد، ولی هر دو خیلی حرفه‌ای به قضیه نگاه می‌کنیم. یعنی درست است که ما در خانه‌مان خیلی درباره کار با هم صحبت می‌کنیم، ولی سر کار واقعاً شغلمان است و به آن حرفه‌ای نگاه می‌کنیم. سعی می‌کنم زندگی‌ام را مدیریت کنم، چون به نظرم سیاست لازمه روابط است و بهترین سیاست را صداقت می‌دانم. در رابطه زن و شویی هم همیشه آنطور که فکر کردم درست است عمل کردم. خیلی وقتا مشکلاتی بوده که سعی کردم به رامبد منتقل نکنم و خودم حل کنم. اما اصولا وقتی با رامبد کار میکنم انگار مسئولیت مضاعفی نسبت به کارهای دیگرم دارم، چون مرتب باید حواسم باشد که زن کارگردان نباشم و فکر نکند من به واسطه او آنجا هستم. شاید در کارهای دیگر من خیلی راحت نظر بدهم و مخالفت کنم یا بدقلقی کنم، اما سر کار رامبد خیلی رعایت میکنم، چون آدمها از قبل یک گاردی در این مورد دارند. بعد از اینکه رامبد به من پیشنهاد ازدواج داد، آمد و با پدرم صحبت کرد. بعد هم خواستگاری انجام شد، اما عروسی و مراسم دیگران رو به آن شکل مرسوم و مفصل نگرفتیم و جشن ازدواجمون خیلی کوچک و مختصر و مفید بود. ما تصمیم گرفتیم سفر برویم و سفرهای خوبی هم رفتیم. واقعا نمیدانم مهمترین ویژگی رامبد که به او اعتماد کردم چه بود. چیزی که میدانم رامبد به شدت با محبت و پر از زندگی است و این روحیه‌اش من را تحت تاثیر قرار داد و هنوز هم مرا تحت تاثیر قرار میدهد. من خیلی دوست دارم بچه داشته باشم، یعنی شکی در این باره ندارم، ولی شاید جسارتم کم شده. مثلا تهران خیلی من رو میترساند. فکر میکنم این شهر هر روز ترسناکتر میشود. با خودم فکر میکنم حاضری بچه ای را به دنیا بیاوری که برای رفتن به پارک یا خانه مادر بزرگش 3 ساعت در راه رفت و برگشت باشد؟ تا 10 سال دیگر در این هوا میتوان نفس کشید؟ از اینجور چیزها و از پاسخ این پرسش ها میترسم. تصمیم بچه دار شدن را دارم، ولی میخواهم سعی کنم شرایط بهتری برای آمدن او ایجاد کنم. سحر دولتشاهی فعالیت خود را از اواخر دهه 70 با تئاترهای دانشجویی شروع کرد. شروع حرفه‌ای او در تئاتر هم در سال 79-80 بود که از همین عرصه به فیلم فرزند صبح در سال 83 معرفی شد و اولین حضور سینمایی خود را تجربه کرد. سپس با سریال کتاب فروشی هدهد مرضیه برومند در سال 86 وارد قاب تلویزیون شد. بازی سحر دولتشاهی در سریال مسافران ساخته همسر سابقش رامبد جوان در سال 88 با نقش آدم فضایی بسیار مورد پسند قرار گرفت و موجب شد خیلی زود به شهرت برسد. بازی در تئاتر موقعیت‌های خوبی پیش روی او گذاشت و او را با سینما و تلویزیون آشنا کرد و همچنین حضور در صحنه تئاتر بود که منجر به آشنایی او با رامبد جوان شد. شغل دوم سحر دولتشاهی از زبان خودش: بازیگری از بچگی برایم جذاب بود، اما واقعیتش این است که من ادبیات نمایشی خواندم و هنوزم بخشی از دغدغه‌ام نوشتن است. در دوران دانشجویی همون موقع سر کلاس می نوشتم و از شاگردان خوب بودم. خیلی غبطه می خورم اگر همچنان برای نوشتن وقت نگذارم. نوشتن همیشه پس ذهن من است. نمی دانم باید زمانش برسد یا من زمانش را برسانم. هنوزم فکر می کنم یکی از شغلهای ایدالم نویسندگی است. علایق سحر دولتشاهی: فعالیت‌های روزانه مرا هم شکلی از هنر تشکیل می دهد. وقتی کاری ندارم فیلم می بینم یا موسیقی گوش می دهم، چون عاشق موسیقی هستم. گاهی هم ترجمه می کنم. ورزش عضو همیشگی زندگیم است، اما میزان آن بستگی به وقتم دارد. حالا از یک پیاده روی ساده بگیرید تا اگر برسم 1 ساعتی یوگا کنم یا شنا بروم. به ورزش خیلی اعتقاد دارم. خیلی وقتها اگر فعالیت بدنی نداشته باشم اصلا مغزم کار نمی کند. کلن از بدنم مراقبت می کنم. فیلم‌های زیادی می‌بینم و لحظات خوب بازی بازیگرها خیلی روی من تأثیر می‌گذارد. اما اینکه بخواهم آدم خاصی را دنبال کنم، نه.
خیلی درباره بازیگرهای مورد علاقه‌ام و برنامه‌های زندگیشان می‌خوانم.